خب بریم توی این داستان که گفتارن در حرام کردن شراب، که اولین باری که در تاریخ ایران شراب حرام میشه. چو بنشست می خواست از بامداد، بزرگان لشکر برفتند شاد. بی آمد همانگه یکی مرد مه، یه بزرگزاده اومد، ورا میوه آورد لختی زده، شتروارها نار و سیب و بهی. به برد و سیب برد و انار و بار شتر. ز گل دسته ها کرده شاهنشهی. دسته شاهنشهی از گل. این صفت شاهنشهی مثلا چلو کباب سلطانی دیدن میگیم، یا مثلا فرض کنیم میگیم چی، مثلا میگیم انگور شاهی یعنی انگور سزاوار شاه، یا چلو کباب سلطانی یعنی چلو کباب سزاوار شاه. به نظرم ز گل دسته ها کرده شاهنشهی یعنی دسته های گلی سزاوار پادشاه. جهاندار چون دید بنواختش، میان یلان جایگه ساختش. همین مه که میوه که ما که با میوه و بوی بود، ورا پهلوی نام کیروی بود. این آقای کیروی که توی بعضی نسخه ها کبروی هست. چو شد مرد خرم به دیدار شاه، وزان نامداران و آن جشنگاه. یکی جام دیدش پر از می بلور، به دلشندر افتاد از آن جام شور. خب یهو احساس کرد چی جام شرابیه، کاشکی که یه خوردش هم من بخورم. ز پیش بزرگان بیازید دست، بدان جام بدان جام می یخت و بر پای جست. بدان جام می یخت و راست میگه ز پیش بزرگان بیازید دست، بدان جام می یخت و بر پای جست. فکر میکنم یخت رو باید یخت بخونیم، مثل پیامبر رو که خیلی جاها نوشته پیامبر و باید بخونیم پیامبر. بله، یا همون معنی یاختن، همون معنی دراز کردن، دست دراز کردن. به یاد شهنشاه بگرفت جام، منم گفت میخاره کیروی نام. گفت من عرق خور منم، به نام شاه بلند شد، گفت اینا که ایجنش هستن اینا مشروب خور نیستن، منم. به جام اندرون می بود پنج من، خورم هفت از این بر سر انجمن. به روی شهنشاه جام نبید، چون من درکشم باز خواهم گزید. باز خواهم گزید، گزید دیگه به معنی چشیده، یعنی گفت من به سلامتی شاه میخورم، دوباره هم میخورم روش. جام رو برداشت، گفت اینو میخورم، دوباره هم میخورم. به جام اندرون می بود پنج من، گفت توی این پنج من میه، خورم هفت از این بر سر انجمن. گفت من هفت از این جام های پنج منی. وزیدر خرامم سوی ده بهوش، ز من نشنود کس به مستی خروش. گفت بعد از اینکه هفت جام پنج منی خوردم، تازه میرم خونه و عربده هم نمیشم. بگفتی این وزان هفت برهم بخرد، برهم این پشت سر هم، وزان می پرستان برآورد گرد. همه گفتن این دیگه کیه؟ به دستوری شاه بیرون گذشت. دستوری لغت فارسیه برای اجازه، دستوری خواست یعنی اجازه خواست. به دستوری شاه بیرون گذشت، که داند که در تن میش چون گذشت. اینجا در واقع موجه میکنه اجازه شاه رو، یعنی شاه قاعدتا نباید بهش اجازه میداد که این بره، چون این خیلی می خورده بود. شاه باید گفت همینجا بمون، ولی شاه اجازه داد. حالا میگه در واقع با این جمله داره موجه میکنه این فرمان شاه رو که شاه اجازه داد، که داند که در تن میش چون گذشت. شاه از کجا میدونست که این چه خبر اون درون این هست؟ وزانجای خرم بیامد به دشت، چو در سینه مرد می گرم گشت. برانگیخت اسب از میان گروه، زهامون همی تاخت تا پیش کوه. ورود آمد از اسب جایی نهفت، نگه کرد و در سایه او بخفت. او اینجا یعنی کوه، در سایه آن کوه خوابید. ز کوه اندر آمد کلاغ سیاه،
دو چشمش بکند. اندر آن خوابگاه همی تاختند از پسندر گروه، ورا مرده دیدند در پیش کوه. دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه، برش اسب و او ایستاده به راه. خب اینجا برش اسب و او ایستاده به راه، آیا اجازه میده که ما او رو اونجا اسب بگیریم نه کوه؟ ببینن، برانگیخت اسب از میان گروه، زهامون همی تاخت تا پیش کوه. فرود آمد از اسب جایی نهفت، نگه کرد و در سایه او بخفت. در سایه اسب میشه. ز کوه اندر آمد کلاغ سیاه، دو چشمش بکندند در آن خوابگاه. همی تاختند از پس اندر گروه، ورا مرده دیدند در پیش کوه. دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه، برش اسب، اسب او ایستاده به راه. اسب همینجوری بالای سرش ایستاده بود. او را هنوز اونجا میشه اسب باشه، میشه کوه باشه، میشه جای نهفتن باشه، هم میتونه برگرده به جای نهفت، یعنی تو حفره ای که پیدا کرده، هر کدومش میشه باشه. بر او کهترانش خروشان شدند، خدم حشمش اینه دیدن و شروع کردن گریه زاری. وزان مجلس و جام جوشان شدند، با خودشون گفتن این چه مجلسی بود این رفته، این چه جامی بوده که این خورده، چرا شاه اجازه داده این بیاد. چو بهرام برخاست از خوابگاه، بیامد بر او یکی نیکخواه. بهرام هم از خواب بیدار شد، یه آدم دلسوزی که خبر براش آورد که کیروی را چشم روشن کلاغ، ز مستی بکنده است در پیش راغ. رخ شهریار جهان زرد شد، ز تیمار کیروی پردرد شد. همان گه بر آمد ز درگه خروش، که ای نامداران با فرهوش. حرام است می بر جهان سر به سر، اگر پهلوان است اگر پیش بر. مهم نیست کی باشه، پهلوانه بگه من ظرفیتم زیاده، هفتا جام پنج منی میخورم، قبول، بازم حرام. خب حالا از این بعد یه داستان بامزهی داریم در رابطه چطور شد دوباره حلال شد. منتها قبل از اینکه ما به حلالی برسیم، اگه امشب بتونیم برسیم، من میخوام یه تیکه‌ای از بهتر برسیم، خیلی اون داستان شیر یه تیکه‌ای از تاریخ بیهقی براتون بخونم که شما بفهمیم، یعنی هممون بفهمیم، ببخشید این لغت شما رو وقتی کار می‌کنم این کلود خودم هم هست، که بفهمیم که پنج من یعنی چه. چون وقتی که حافظ یه جا میگه چی؟ میگه که از جامعه کهن، از باده کهن دومنی، دیدن؟ یه جا میگه که فراغتی یا نمیدونم کتابی و سایه چمنی، بگن کمکم بدن، از باده کهن دومنی، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، یعنی چی؟ دومنی یعنی چند کیلو؟ 6 کیلو بنش تبریز داره حساب میکنه، 12 کیلو مار فارس داره 5 کیلو حساب میکنه. یعنی حافظ دو یار زیرک میخواد با دو من، یعنی 10 کیلو شراب. خب این که مکسنس نمیکنه که، احتمالا حافظ یه چیزی حدود یه بطری شراب میخواسته، یه بطری میخواسته بگه که آقا من یه کنج خلوتی میخوام با یه بطری شراب، با دو تا رفیق. یه بطری شراب هم یه چیزی حدود مثلا 900 گرم، 1001 کیلو داره. هر منی اینجا باید حدود نیم کیلو باشه. یه جایی توی چیز، توی تذکرة‌الاولیای عطار، عطار میگه که ببینن بچه به دنیا میاد دو منه، وقتی بزرگ شد میشه 200 من. خب بچه دو منی یعنی چه؟ یعنی مثلا 6 کیلو. خب چه معنی نمیده که بچه 6 کیلو فکر کنه که بعدش میشه 200 من؟ چه آدمی میشه 200 من؟ خب اونم توی نیشابور عهد عطار. خب حالا امریکا رو حالا بگیریم ممکنه. بله میشه یه پوند. هر من تقریبا میشه یه پوند در واقع. حالا من میخوام بله مقیاس وجود نداشت. نه، کم و زیادش، یعنی خطی پیشه رفته، الان خطی پیشه رفته،
اون زمان قیلا معنی نشید که خط کم پیش بیرم دیدید چشمی میگفتن حسابی میگفتن در زمان حافظ بعد از اصلاحات غازان خان تو دوره مغول این مرتب شده بوده و واقعا دیگه درست پیش میرفته. زمان حافظ قضیه دقیق شده بوده ولی زمان فردوسی یا زمان عطار هنوز قضیه دقیق نبوده و معلوم نبود. اگر اجازه میدین من این تیکه از تاریخ بیهقی رو بخونم خیلی چیزا روشن میشه، چون زیبا هم هست. بذاره بقیه قصه رو بذاریم برای هفته آینده، این تیکه رو من بخونم. و روز شنبه دهم ماه محرم امیر مودود و وزیر و بدر حاجب بزرگ را و ارتجین سالار و دیگران را خلعتها دادند سخت فاخر، چنان که به هیچ روزگار مانند آن کس یاد نداشت و نداده بودند چنین. و قوم پیش آمدند و رسم خدمت به جای آوردند و بازگشتند از پیش سلطان مسعود. امیر مودود را دو پیل نر و ماده و دهل و دبدبه دادند و فراخوری این بسیار زیادت ها و دیگران را همچنین و کارها به تمامی ساخته شد. شعر شاملو نیست ها. و روز دوشنبه دوازدهم این ماه امیر برنشست و به باغ پیروزی آمد و بر خضرای میدان بنشست و آن بنا و میدان امروز دیگرگون شده است. آن وقت بر حال خیش بود و فرموده بود تا دعوتی با تکلف ساخته بودند و حریصه نهاده، حریصه یعنی حلیم. و امیر مودود و وزیر نیز بیامدند و بنشستند و لشکر گذشتن گرفتند سان داشت میدید. و نخست کوکبه امیر مودود بود چتر و علامتهای فراخ و 200 مرد از غلامان سرایی همه با جوشن و مترد و بسیار جنیبت و جمازه و پیادگان و غلامی 170 با سلاح تمام و خیل وی آراسته با کوکبه ای تمام. بر اثر وی ارتگین حاجب و غلامان ارتگین 80 و بر اثر ایشان غلامان سرایی فوجی 50 و سرهنگی 20 پیش رو به ایشان سخت آراسته و سرهنگی 20 پیش رو به ایشان سخت آراسته با جنیبتیان و جمازگان بسیار و بر اثر ایشان سرهنگان آراسته تا همه بگذشتند. و نزدیک نماز پیشین رسیده بود امیر فرزند را یعنی مودود و وزیر را و حاجب بزرگ و ارتجین و مقدمان را فرمود تا به خان بنشاندند و خود بنشست و نان بخوردند. آی دکتر ببینند و نان بخوردند و این قوم خدمت وداع به جای آوردند و برفتند. در زمان سلطان مسعود غزنوی اول نان میخورد و امیر پس از رفتن ایشان عبدالرزاق را گفت چگویی شرابی چند پیل پا بخوریم. پیل پا یعنی در جامهای بزرگ. گفت روزی چنین و خداوند شادکام و خداوند زاده بر مراد برفته با وزیر و اعیان و با این همه حریصه خورده شراب کدام روز را باز داریم و الان نخوریم. امیر گفت بی تکلف باید که به دشت آییم و شراب به باغ پیروزی خوریم. و بسیار شراب آوردند در ساعت، بلا فاصله در فارسی میشه در ساعت. از میدان به باغ رفت و ساتگین ها و قرابه ها. آقای دکتر امین ریاهی میگن این در تمام نسخه ها ساتگینه ولی غلط، باید باشه ساتگینی. به هر حال من ساتگین میخونم ولی این دانشمند فاضل یعنی پیاله بزرگ رطل گران ساتگین. از میدان به باغ رفت و ساتگین ها و قرابه ها، قرابه هم با تشدید گذاشته، همون کارافه انگلیسی، کارافه یعنی جام شراب، قرابه در صوفی قرابه کش شد و با حافظ پیاله. بله بله، یا بطری
تعبد. تو همین کارافی تو انگلیسی هم همینجوری واقعا یه چیز بزرگ. از میدان به باغ رفت و ساتگین ها و قرابه ها تا پنجاه در میدان سرایچه بنهادند و ساتگین روان ساختند. امیر گفت عدل نگاه دارید و ساتگین ها برابر کنید تا ستم نروند. ناگهان گفت شرابا همه رو مساوی کنید. پس اونجا که حافظ میگه که ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جان پر بلا کنه، ببینه چقدر اشاره داره، یعنی چقدر اشاره مستقیم هست به این قضیه که وقتی که شراب میده مساوی و همه باید مساوی کنه. امیر گفت عدل نگاه دارید و ساتگین ها برابر کنید تا ستم نرود. و پس روان کردند ساتگینی هر یک نیم من، همه اینا رو خوندم برسم به اینجا، و نشاط بالا گرفت و مطربان آواز برآوردند. بوالحسن پنج بخورد و به ششم سپر بیفکند و به ساتگین هفتم از عقل بشد و به هشتم قصفش افتاد، یعنی استفراغ کرد، و فراشان بکشیدندش. بوالعلای طبیب در پنجم سرپیش کرد و ببردندش. خلیل داوود ده بخورد و سیاه پیروز نه و هر دو را به کوی دیلمان بردند. بونعیم دوازده بخورد و بگریخت و داوود میمندی مستان افتاد و مطربان و مضحکان همه مست شدند و بگریختند. ماند امیر و خواجه عبدالرزاق و خواجه هجده بخورد و خدمت کرد رفتن را و با امیر گفت بس که اگر بیش از این دهند ادب و خرد از بنده دور کند. امیر بخندید و دستوری داد اجازه داد بره و برخاست و سخت به ادب بازگشت. سلطان مسعود خیلی خیلی با کمال چیز اومد، ادب آمد، خیلی 18 تا ساتگین خورده بوده فکر کنید. و امیر پس از این می خورد به نشاط و به 27 ساتگین نیمنی تمام شد. برخاست و آب و تشت خواست و مصلای نماز و دهان بشست و نماز پیشین بکرد و نماز دیگر و چنان می نمود که گفتی شراب نخورده است و این همه به چشم و دیدار من بود که بلفضلم. و امیر بر پیل نشست و بکوشت. از اینجا میتونیم بفهمیم که یک من چقدر. ببینید یه آدمی در اندازه های امیر سلطان مسعود که فکر کنیم خیلی پهلوان است، خیلی دلیر است، فکر کنیم خیلی بر شراب خوردن چیره است، یعنی میتونه شراب زیاد بخوره، دریا دل در شراب خوردن. ببینید اینجوری فکر کنیم اون سراخ باغ پیروزی چه فرموده؟ خب حالا شما همه اینا رو بگیرید، همه اینا رو فرض کنید، فرض کنید دامال خرد بوده، فرض کنید خیلی ظرفیت زیاد بوده، 27 تا خورده. این آقا میگه من دیدم. ببینید میگه که و این همه به چشم و دیدار من بود، پس غلوف توش نیست که بلفضلم، یعنی امضا کرده زیرش مهر زده که این من دیدم 27 تا خورد. خب حالا شما فکر کنید یه آدمی همینجور 27 تا چی میتونه؟ 27 تا 3 کیلو؟ آره، یعنی واقعا اعداد ارقام در حد پوند و زیر پونده. مگه میشه آخه بالاخره شکم فیل هم که داشته باشید که نمیتونه 27 تا مثلا 3 کیلو خورده باشید؟ چه خبره؟ نیم منی. خب خیلی خب ببینه ما 15 راست میگن 15 تا راست میگن 27 تا یعنی 13 و نیم من 13.5 من خورده بودم. خب حالا شما از رو 13.5 من بفهمیم خودمون حدس بزنیم هر منی چقدره. یا آدمی میتونه 13.5 من آدم واقعی نه یه آدم اسطوره‌ای، نه یه آدمی تو شاهنامه، یا آدم واقعی به یه گزارشگر دقیقی که داره این رو می‌نویسه. اینجا هست که میتونیم این بیت حافظ رو هم معنی کنیم، این بیت شاهنامه رو میتونیم معنی کنیم. در اون بیت حافظ اتفاقا از باده کهن دومنی، یعنی یه ذره باده، نه یه دریایی باده،
حافظ اتفاقا میگه که دنبال دو تا یار زیرکم، یه جای دنجی، یه گوشه خلوتی، یه بطر شرابی هم باجمه هم بشیم صفا کنیم. یه استکان، یعنی اصلا صحبت سر این نیست که دریای شراب اونجا باشه. آقا ساتکین چی میدونی؟ ساتکینی نوشتن که جام بزرگ منغر، ما کرمونیا یه حجم زیاد آب میگیم منغار، و من از روی منغار میتونم معنی کنم منغر. ما کرمونیا بیا انباشتن معده یه جانور و انسان، یعنی چارپا و انسان، از حجم زیادی از آب که نتونه بعد از او غذا بخوره میگیم منغار. مثلا میگن که یه منغار آبی بس به این الاغش، دیگه الاغ علف نمیتونه بخوره، یعنی اینقدر آب خورد که دیگه علف نمیتونه. یا مثلا فرض کنید میگن نشست سر سفره، یه منغار آبی خورد دیگه نمیتونه غذا بخوره، یعنی سیر شده. یعنی در واقع حجم بزرگ معده رو میگن منغار. بعد تو لغتنامه من دیدم جلوی ساتگنی نوشته منغر، حد زدم منغر باید همون منغار ما باشه و میشه در واقع مقداری از شراب که شکم رو پر میکنه، در واقع یک بار خوردنش یه نفر میتونه بخوره، مثل یه بطری. و این ترکیه؟ نه نمیدونم، شکلش به ترکی نمیخواد ولی نمیدونم. ببخشم نایده بخواد مذاره. من خواستم برم علت خاصی داشته که این موضوعی که تعریف کرده الان تقریر بوده بر ده محرم بوده، به خاطر که شام شیعه نبوده. نه دلیل خاصی نداره، ولی شایدمون باشه که شیعه نبوده و چیزم بوده، یادمون باشه که حتی شیعه ستیزم بوده. یعنی منظورم همین بود که منظوری بود که شاید ده محرم هم بود. ده محرم بله، سال نوز ببخشید. این من شاید یه واحده فقط اندازه گیری باشه، اون منی که برای گندم و جو به کار میبرن دقیقا همون من برای ما یه آت و شراب نبوده. شاید نبوده، یعنی ما در واقع اینجا من شراب این رو میتونیم با من شراب حافظ یا من شراب فردوسی مقایسه کنیم، چون به هر حال این یه ملاک خوبی به دست میده که حدودا بفهمیم چقدر است. بله. تو کاشان مثلا گلابگیری که میکنن میگن که این گلاب مثلا 20 کیلوه، مثلا 18 کیلوه، نه ممکنه شرابش مثلا مربوط به اون من باشه. نمیخوام بگم که شرابی که از این مقدار من انگور گرفته شده به عنوان مثلا صفت اون شراب بوده باشه. ببینه تو گزارشی که الان آقای ابوالفضل بهقی داده بود داره میزان رو میگه، چون دقیقا میگه فلانی این قهر خورد، فلانی این قهر خورد، فلانی این قهر خورد، هی پر میکنن هی. و بعد قبلش تصریح میکنه شاه، میگه به عدل اینا رو مساوی. پس اینجا مقدار مایه در واقع اینجا الان ملاک هست، چون شاه داره میگه که میزون کنین مال همه رو که ستم روا نباشه. یعنی اینجا حداقل ممکنه همچه اصطلاحی هم بوده، ولی اینجا به نظر من واضح هست که میزان شراب داره لحاظ باشه. در تو با سم شما گلاب میتونه که به هر حال غلیظ باشه یا رقیق باشه، این اتفاق میتونه بیفته هر چقدر که ما اول شراب برداریم و باز همونطوری که داره میاد آب اضافه میشه بیاد، ولی در تو با شراب همچه اتفاقی نمیفته چون ما دیستیل یا تخدیرش نمی کنیم. شراب این نکته مهمه، یعنی در واقع اینجا این درمانی کار نمیکنه. منظورش اینه که یه من انگور چقدر شراب میده، مثلا فرض کنید حالا 3 کیلو انگور میگیرید، مثلا 100 میلی میده مثلا، میگن یه چیزی شاید مورد. اگه ایران بودیم میگفتن به اون که مثلا 1 کیلو انگور چقدر شراب میده. نه ببینید اونجا همه تو خونه میگیره. تازه فرض کنن همین رو هم که بگیریم، اون حال باید ببینیم یه من گندم یعنی چقدر. بالاخره شما بالاخره آخرش میرسیم به من، یه من گندم که حالا میخواد شراب بده، یه من گندم یعنی چقدر گندم، یه دست یه مشت گندمی، یک نمیدونم، چون خود کیلوم هم که لغت فارسی نیست، بکنم با کیل هم ریشه است، ولی با اون با میکائیل و کیل و اینا هم ریشه است، ولی از به حساب فرنگ اومده بعد فرانسه اومده. بنابراین خیلی برای ما روشن نیست این اعداد ارقام و این اوزان و مقادیر و باید روش کار کنیم تا بفهمیم حدوداً منظور چقدر. ما وقتی نداریم داریم؟ چرا؟ ده دقیقه. خب ما
اون تاریخ بیعقیر میبندمش، حیف من میاد ها، من تاریخ بیعقیر شیفته تا خوندن تاریخ بیعقیر هم خیلی زیباست. بله میگه پس میگه تی مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، جزعی نکرد چندان که زنان کنند، بلکه به درد گریست چندان که همه کس در غم او خون گریستند. خیلی زیباست. بله بریم کجا بودیم؟ دوت حرامش حلالش کنیم. من همون شراب رو بگم دیگه. خب بر این گونه بگذشت سالی تمام، همی داشتی هر کسی می حرام. همان شاه چون مجلس آراستی، همه نامه باستان خواستی. این رو بعضی ها اینجوری معنیش میفهمن که شاه وقتی که مجلس میخواست فقط نامه باستان میخوند، دیگه شراب خود شام هم در واقع شراب نمیخورد و نامه باستان. و این رو بونداری هم تو ترجمهش همینجوری فهمیده. بونداری گفته به سار الملکه ازا جلسه فی مجلس الانس یحضر اندهو کتاب الملوک و تواریخ هم و سیره هم و یشتغل به ذالک عوضن ان شراب، یعنی به شراب مبادرت نمی کرد، فقط دستور داد بخورن. ولی به نظر من درست فکر نمی کنه آقای بونداری. منظوره به نظر من منظور از نامه اینجا یعنی آیین‌نامه، منظور از باستان هم یعنی گذشته، آیین‌نامه قبلی. چون باستان رو فردوسی بعضی جاها به معنی قبلی به کار میبره. خب ذکر نمونه ها رو نمیخونم چون وقت کمه. میگه همان شاه چون مجلس آراستی، همه نامه باستان خواست، یعنی به آیین‌نامه ای که گفته بود وفادار بود و شراب نمیخورد. چون این تا یکی کودک کفشگر، زنی خواست با چیز و نام و گوهر. تا اینکه یک بچه کفاشی میخواست زنی بگیره از خانواده ثروتمندان با چیز، یعنی ثروتمند. فزارش نیامد بدان کار سخت. فزار یعنی آلت رجولیت. و این بچه کفشگره مردی نداشت، توان آمیزش نداشت. از اون لغت های خوبه که یادش بگیریم، به خاطری که دیدن ما فقر لغت داریم وقتی که میخوایم راجع به اندام های جنسی و این چیزا صحبت بکنیم. همین لغاتمون لغات بدی هست. لغتی که لغت خوبی باشه بتونیم راحت به دکتر بگیم. یه جا دیگه میگه نایجه. نایجه یعنی نی. دوباره تو ادامه داستان تو کرمون به مال بچه توی دهات اطراف کرمون میگن نفس. بعد یه زنی بچهش ورده بود پیش دکتر، آقای دکتر حمید هست اینجا، نمیدونم دوستان میشناسنشون یا نه، ایشون تعریف میکنه. میگفت یه زنی رفت بودم کرمون داشتم طبابت میکردم، یه زنی بچهش ورده گفته من بچه‌م نفسش زخم شد. میگفت من خب باختم، گفتم اینا لابد خرافات دارم، مثلا نفس بچه من نفس. گفتم که نفس که شما از کجا فهمیدی نفس بچه زخم شد؟ گفته خب دیدم نفس. گفتی نفس بچه رو دیدی؟ چطوری نفس بچه رو دیدی؟ گفتی خب دیدم لباسش که میکندم دیدم. تو فکر میکنم وقتی لباس میکنم نفس بچه آشکار. یه وقتی گفتم نفسش چطوری؟ دیگه خب شلوارش کندم نفسش دیدم. حالا کلماتیش که به درد بخورن داره. بله از ابزار میاد، یعنی آلت، هم آلت. فزارش نیامد بدان کار سخت، همی زار بگریست مامش زبه. مادرش رو کرد گریه کردن که حالا من که یه دختر پولدار گیر ما آمده، این بچه ما آبروریزی کرد. خب به خانه نهان داشت لختی نبید. میگه مادر از اون روزی که ممنوع شده بود، حرام کرده بود به حرام، یه خورد شراب قایم کرده بود. پسر را بدان خانه اندر کشید. گفت بیا بریم تو پستو پایین کنیم. خانه اینجا یعنی اتاق. به پور جوان گفت از این هفت جام بخور، تا شبی خرم و شادکام. مگر بشکنی امشبان مهر تنگ، کلند یعنی همون کلنگ، کلند از نمد کی کند کار سنگ. گفت که اون کلند کلنگ نمدی تبدیل بشه به یه ابزار درستان. فردوسی تقسیم این فرهنگ ملیه. بزد کفشگر زان می هفت هشت، یعنی از آن با
باده ها می 7-8 و اندازه 7-8 باده جام خورد. همانا پی و پوست او سخت گشت، جوان مرد را جام گستاخ کرد، بیامد در خانه سوراخ کرد. وزان جایه شد به درگاه خیش، شده شاد دل یافته راه خیش. چنان بود که از خان شیران شاه، یکی شیر بگسست و آمد برا. نبود تصادفاً این داشت از هجله برمیگشت بر خونه، موفق، پیروزمند، ظفرمند داشت بر در باغ وحش شاه شیر فرار کرد بود اومد بود بیرون. یکی شیر بگسست و آمد برا، از آن می همی کفشگر مست بود. به دریا ده انگشت او شست بود، یعنی دستش مثل یه انگشتاش مثل یک توری بود که بندازه تو دریا ماهی میگیره. به دریا ده انگشت او شست بود، بشد تیز و شیر غران نشست. بیازید و بگرفت گوشش به دست، گوشای شیر گرفت سماش. شما فیلم هنگوور دیده؟ دیده این سوار ببر میشن اینا سوار بدان را شیر یله سیر بود، خوشبختانه شیر گشنش نبود. غلام از بر و شیر در زیر بود، همی شد دوان شیروان چون نوند. نوند یعنی اسب، اسب سرکش. دوید اومد مثل یه چارپای بوده اومد دون ببینه چه خبر شیر کجا رفت. به یک دست زنجیر و دیگر کمند، یکی کفشگر دید بر پشت شیر، نشسته چو بر خر سوار دلیر. بیامد دوان تا در بارگاه، دلیر اندر آمد به نزدیک شاه. بدون اجازه رفت و به شاه سخن گفت، بگفتان شگفتی کجا دیده بود، به دیده بدیدان که بشنیده بود. جهاندار از آن در شگفتی بماند، ز در موبدان و ردان را بخواند. به موبد چنین گفت که این کفشگر، نگه کن که تا از که دارد گوهر. و این نمیتونه بچه کفاشی باشه، بچه کفاش اینقدر شجاع نیست. بریم ببینه این باباش کی. اگر پهلوان باش، پهلوان زاده باشد رواست، گاهی پهلوان زاده باشه اشکال نداره، که بر پهلوانان دلیری سزاست. بجستند و گفتند با مادرش، فزاید مگر بر هنر گوهرش. گفتن که مادرش بیا بشین ببینیم بابای بچه کیه، بلکه یه آدم حسابی باشه، یه گوهرش اضافه بشه، بلکه بره از این کفاشی در بیاد ما بفهمیم پسر کی بوده. نیا کفشگر بود پدر کفشگر، از این پیشه برتر نیامد گوهر. هرچی به مادرم گفتن یا به خدا باباش کردی. حالا اینجا مادرم افتاده بوده در میزان اتهام که کدام پهلوانی با تو بوده و تو خیانت کردی در واقع به شوهر کفشگر. خب همان مادرش چون سخن شد دراز، ببینه یعنی تهمت ها روا به سمت مادر اومد. دوان رفت بر شاه بگشاد راز، نخست آفرین کرد بر شهریار، که شاه شادان بدی یعنی باشی تا بود روزگار. چون این کودک نارسیده به جای، یکی زن گزین کرد و شد کدخدای یعنی متعهد. به کارندرش نایجه سوست بود، زنش گفت کان سوست خود روست بود. سوست دوم، سوست اول مربوط به نایجه است، ولی سست دوم مربوط به کفشگره. زنش گفت کان سست، یعنی آن مرد بی خودی مجهول الهویه خود رست بود، یعنی آداب بلد نبود، تربیت بلد نبود، این آدم حسابی نبوده، پهلوان زاده نبوده، ثروتمند نبود، گدازاده بوده. چون گدازاده بوده یعنی در واقع اینها میباز دو تا حقارت رو تحمل کنن، یکی اینکه بچه نتونسته بوده از عهده عمل جنسی بر بیاد به جای خود، از طرف دیگه متهمشون میکنن به دلیل اینکه اینا فقیرن چنینن، وگرنه اصل و نسب ندارن چنین. خودروست یعنی خودرو، کسی که تربیت نشده، زیر بوته به عمل. بدادم سه جام نبیدش نهان، ندانست کس راز او در جهان. اینجا او یعنی جام، ندانست کس راز او در جهان یعنی کسی راز اون جام ها رو نمیدونست. خودم قائم کرده بودم، رفتم دادم به بچه. همان در زمان لعل گشتش رخان، صورتش قرمز شد، نمد سر برآورد و گشت استخوان. نژادش نبود جز سجام نبید،
و این دنبال نژاد نگرده، این نژاد سه تا پیک عرق میده. که دانست که این شاه خواهد شد؟ من از کجا میدونستم اینجوری میشه و سوار شیر میشه و من فکر کردم خب میره کارش انجام میده. خب شاه حالا رسید به شاه. بخندید از آن پیرزن شاه و گفت که این داستان را نشاید نهفت. به موبد چنین گفت کاکنون نبید حلال است، میخاره باید بزید. گفت میخاره مهم، شراب مهم نیست. که چندان خورد می که بر نر شیر نشیند، نیارد ورا شیر زیر. نه چندان که چشمش کلاغ سیاه، همین برکند رفته از پیش شاه. گفت یکی میخوره چشش کلاغ میکنه، یکی میخوره سوار شیر میشه. میخاره مهمه نه می. شاید منظورش به اون اندازه نباید بخوره که مست بشه و کلاغ تشمیش میکنه، ضرب در مورد هر دو مرز میشه. نه، از قضا این جنبه اعتقادی شعوبیان و شیعیان و اسماعیلیان و به هر حال کسانی که در واقع به شراب داشتن یه نگاه دیگری میکردن در اون موقع بوده، اون موقع و یه بخشی از اشعریان حتی، که فرق است بین شراب و دروغ، چون دروغ گناه داره، شراب هم گناه داره خوردنش، دروغ هم گفتنش، ولی دروغ در بهشت هم نمیشه بگی. ولی چرا شراب رو میشه در بهشت بخوری؟ اگه بده چرا اوجیمش بخوری؟ پس آدمش مهمه و او که خوبه رفته بهشت چطور میخوره؟ اتفاقا شرابن تهورایی که مستم میکنه که در بهشت، یعنی در بهشت هم اینجوری نیست که اون مست نشی، مست میشه. بحث سر اینه که اینها در واقع یه نگاه جدیدی دارن. اتفاقا نکنه اینجا هم تصریح داره، ببینن میگه که به موبت، چون من اتفاقا اوردم که از ابن سینا هم یه شعری بخونم اینجا، به موبت چنین گفت کاکنون نبید حلال است، میخاره باید گزید. نمیگه اندازه باید گزید، میگه میخاره باید گزید. که چندان خورد می که بر نر شیر نشیند، نیارد ورا شیر زیر. نه چندان که چشمش کلاغ سیاه، همی برکند رفته از پیش شاه. میگه نه مثل آن که، ایچه چندان که نه یعنی به مقداری که، یعنی نه مثل آن که چشمش کلاغ سیاه کند و حلاک شد. پهلوانان زرین کمر، بر اندازه بر هر کسی میخورید، به آغاز و فرجام خود بدید. خب به خاطر که یعنی اندازه ریجی میگه، یعنی در واقع هر کسی باید حد میخارگی خودش رو بدونه، حد میخارگی. ولی میخاره اینجا مهمه که کیست. ببینم من برای که این نشون بدم که دیگه بزن اینم بخونم اشکال ندارم. ببینن یه شعری منصوب به ابوعلی سینا هست، ولو اینکه از ابوعلی سینا هم نباشه قدمت زیادی داره. میگه غذای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ و بوش کند رنگ بوی گل را دق. دق یعنی اعتراض کردن. به رنگ زنگ زداید ز جان اندوهگین، همای گردد اگر جرعی بنوشد بق. بق یعنی پشه. به طعم تلخ چوپند پدر ولی ایک مفید، به پیش مبتل باطل به نزد دانا حق. می از جهالت جهال شد به شهر حرام، چون مه که از سبب منکران دین شد شق. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق. شراب را چه گنه زان که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق. این راه ندادن دخترها توی میگن که اینا برن توی ورزشگاه، مردا وجو فوش میدن. ای بابا خب مردم فش ندن، این چه حرفیه؟ میگه ببینه، میگه ناکنه، میگه شراب را چه گناه زان که ابلهی نوشد، اگه ابلهی فش میده این گناه دختره است که نباید بره. نمیگه شراب را چه گناه زان که ابلهی نوشد، زبان به عرض گشاید دهد زده است ورق. حلال بر اقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از اون مشتق. آقای خیام توی نوروزنامه میگه
شراب محک مردان است. غلام آن می صافم که از او رخ خوبان به یک دو جرعه برآرد هزار گونه عرق، چو بو علی می ناور خوری حکیمانه به حق که حق وجودت شود و حق ملحق. باش بقیه هفته هم بید آخر رو دارم آقا اینو نقدید من یه عکس بگیرم چو بو علی می ناور بید آخر این شعر رو چو می خان به شادی شود رهنمون، چو می خان به شادی شود رهنمون بخسبی تا تن نگردد زبون، یعنی بعد از شراب بخواد نره میگه خونه رو اگه این خونه رو ترک نکرده بود کلاغ اینجوری چشش در نمیورد، میگه هر جا شراب خوردی همونجا بمون. این رو اتفاقا تو قابوسنامه من همینه میگه، میگه درینک و درایو نکن، میگه هر جا قابوسنامه میگه باور کنید، میگه که هر جا شراب خوردی همونجا بخواد.